سلام گرم و صمیمانه منو بپذیرید شما دوستان گرامی بیننده برنامه روانشناسی برای همه. من سیما بهاری هستم، در قسمت فنی هم آراد علیزاده ما رو همراهی میکنه با یه برنامه دیگه. در برنامه امروز همراه با دکتر میترا بابک پاسخ میدیم به سوالاتی که شما مطرح کردید در رابطه با مشکلات جنسی شما. امیدوارم فرصت برسه که به سوالات هرچه بیشتری پاسخ بدیم. سلام میکنم به دکتر میترا بابک عزیز، خیلی خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه و همیشه اون لبخند مهربون روی چهره شما به زیبایی بشینه. شکرم. درود بر شما عزیز دلم و همچنین عزیزانی که پشت صحنه دارن. واقعا با چه خلوص نیتی تلاش میکنید، شما تیمای خیلی خوبی پشت هم هستید و من از کار تیمی خیلی لذت میبرم وقتی حرفه‌ای میشه. خوشحالم که در کنار شما هستم و به سوالات عزیزان که بسیار بسیار زیاده. من یه پرانتز خانم بهاری بذارم، عزیزانی که دارن صدا دارین من رو میبینید، باور کنید مشکلات شما اصلا فقط به خود شما ربط نداره. بسیاری از مردم دقیقا مشکلات شما رو دارن. پس لطفا سعی نکنید که حتما جواب شما شنیده بشه. وقتی دارید جواب رو میشنوید دقیقا احساس بکنید و فکر کنید که جواب خود شما هم داده شده. به اضافه اینه که اگر شما لطف کنید برید در یوتیوب من بالای 4000 تا شاید به 5000 تا رسیده باشه برنامه های مختلف سمینار و رادیو و تلویزیون سالیانه دارم. در همه موارد مشکلات روحی روانی ساعت ها صحبت کردم و همچنین در مورد در پرسش و پاسخ ها. پس سعی کنید که این خانم بهاری ما رو کمتر بهش فشار بیارید، برای اینکه همیشه به ما ادمین ما فشار بوده و فکر نکنید که مشکل فقط مشکل شماست و جواب فقط جواب شما باید باشه. بین این جواب ها که اسمارت هستید سعی کنید بسیار زیاد کنه و هوشیارانه جواب های خودتون رو بگیرید. ممنون از توضیح شما. منم سعی میکنم که سوالاتی که الان برامون برای این برنامه رسیده، اونایی که تقریبا شباهت مثل هم دارن رو جمع بکنم توی یه سوال که بتونیم به افراد بیشتری بپردازیم. یک آقایی نوشتن، گفتن که متأهل هستن ولی دوست دارن با خانمهای مسن‌تر سکس داشته باشن. تقریبا مشابه این آقایی هستن که میگن با دیدن خانمهای مسن تحریک جنسی میشم و نیاز شدیدی به تمایل دارم که باشون همخوابگی بکنم. گاهی زنا رو، به خصوص اونایی که برجستگی بدنشون مشخص هست، نگاه میکنم اونا رو لخت تصور میکنم اصلا، انقدر میشه و خب از این موضوع خیلی ناراحتم. کمک میخوام. این مشکل رو بعضی ها دارن. یکی از دلایلش میتونه اگر سرخوردگی از همسن خودشون یا از خودشون کوچکتر که تجربه نداشته تو زخشون خورده، با یه زن سن بالاتر بر رابطه جنسی داشتن و دیدن که به فرض طرف چقدر، حالا دلیل هم نمیشه حتی، ولی خب تو تجربه دیدن که طرف که سنش بالاتره تجربهش بیشتره و لذت بیشتری میتونه بده. یک دلیل میتونه این باشه. یه دلیل دیگه میتونه مسئله کودکی باشه. ببین زمانی که کودک، ببین پسر بچه با مادر یک حس شوهر دوم پیدا میکنه، مثل دختر که با پدر یه حس زن دوم پیدا میکنه و متاسفانه تو فرهنگ ما هم دائما میگن زن باباشه، زن باباشه. و خیلی وقتا تو صحبت های پسر بچه 4-5 ساله 6 ساله میشنویم که به مامانش برمیگرده میگه که من زن نمیگرم، تو زن منی. و مسئله جنسی پسر متفاوته با مسئله جنسی دختر و احساساتش و همچنین آلت تناسلیشون بیدار میشه. خب طبیعتاً یک حس متفاوته و رفتار متفاوتری با آلت تناسلی که میبینه تغییرش رو پیدا میکنه. به اضافه اینه که کنجکاوی کودک، ممکنه که کودک یک احساس از روی کنجکاوی یک احساس جنسی هم به مادر پیدا میکنه، به بدن لخت مادر. به همین دلیلی که من، شما میدونید من ATS هم اصلا به هیچ دینی اعتقاد ندارم، ولی از نظر روانشناسی دارم میگم بهتره که یک مقداری این مسائل رعایت بشه. هرگز نباید فرزند با پدر مادر بخوابه، کودک هرگز نباید با پدر مادر. فاجعه است که من مراجعینم و همچنان میشنوم ازشون که با پسر 11 سالش، با دختر 8 سالش، نمیدونم با این با اون، هنوز دارن در کنار هم میخوابن. چرا میگم این فاجعه است؟ به خاطر اینکه اولا استقلال پیدا نمی کنن،
اضطراب جدایی ممکنه پیدا کنن، به اضافه اینکه احساس جنسی، کودک داره دنیای جنسی خودش رو میشناسه و پسر احساس جنسیشه، آلای تناسش بیدار میشه، جسم مادر رو میبینه، کنجکاوی ها در کنار احساسات جنسیش، و همین ممکنه که وقتی که به جسم مادرش یا خانواده یا هر کسی نگاه میکنه یه حس جنسی پیدا بکنه، ولی از نظر روانی یک احساس خیلی بد کثیفی و چقدر من کثیفم که به مادرم نظر دارم هم پیدا ممکنه بکنه و این ضربه های روحی بسیار زیادی به مرد یا به اون بچه میخوره. به همین دلیل که من میگم تمنا میکنم که بچه ها رو بذاره استقلال خودشون رو داشته باشن. و در مورد اینکه فرد دیگه گفت وقتی میبینمشون لخت میبینمشون، این دیگه لیزر چشمه و زمانی که ما محدودیت های بسیار زیادی داشته باشیم و یک از این خانواده بسیار متعصب مذهبی هم بیایم، متاسفانه این باعث میشه که ما کنجکاوتر باشیم و از چشم لیزریمون بیشتر استفاده کنیم در خفا. یعنی این محدودیت های مذهبی، محدودیت های فرهنگی هم این مشکلات روحی روانی رو برای انسان ایجاد میکنه و بعد میرسه به مرحله فراتر که میتونه مرحله بدبینی باشه بعدها و یا مرحله انحرافات جنسی باشه. خب احساسات مردا با هم فرق میکنه، یکی لاغر دوست داره، یکی چاق دوست داره، اونا تیست های مختلفه که هر انسانی با تیست خودش میره جلو، ولی اینه که نتونی خودتو کنترل بکنی و اگر برجستگی زن رو میبینی قالب تناسلی سریع بیدار میشه و کنترل و یا اداره یا احساسات جنسی نداری و فورا با لیزر چشمت اون رو لخت میبینی یا اینکه در حال آمیزش باش میبینی، اینو باید یه مقدار خودت کار بکنی، برای اینکه ما نمیخوایم به انحراف جنسی برسه و به اعتیاد جنسی برسه. سکس غریزه نیست برای انسان، برای حیوان غریزه است ولی برای انسان غریزه نیست. خودت رو با خودارضایی خلاص بکن، خالی بکن، اما اونو اگر محرومش بکنی، احساسات جنسی تو خالی نکردی، اون اسپرم ها رو خالی نکردی، تولید اسپرم جدید خالی نشده، به اضافه اینی که این احساسات صریح و سریع بیدار شدن آلت جنسی و تحریک شدن تو با ارضا نکردن خودت باعث میشه که تو خیابون که داری راه میری، با هر کسی که داری راه میری، مخصوصا با محارم که دیگه خیلی احساس بدی به این آقایون میده، به این نوع آقایون میده، برای اینکه یه دفعه احساس میکنه خالش داره راه میره، عمش داره راه میره، خواهرشه، مادرشه، مادر بزرگشه، اینا دیگه میرسه به مرحله‌ای که باید جدیتر بهش نگاه کنه که میتونه یه مقدار آسیب های روانی و انحرافات جنسی باشه. بله، خیلی ممنون. و اما دوست دیگریمون یه آقایی هستن، گفتن که با مکافات و مشکلات کمک کردم که همسرم انتقالی بگیره از همدان به تهران. الان بعد یه چند ماهی رابطمون خیلی خوب بود، بعد از اون شروع کرد همسرم به بهانه گیری کردن، نارضایتی میکنه و با هم نمیخوابیم، اصلا با همدیگه رابطه جنسی نداریم. همسرم فیلمای پورنو نگاه میکنه، میل جنسی خیلی سرد داره، نشون نمیده اصلا، بسیار پرخاشگره، رفتارهای غیر منتظره داره، سردرگمم و نمیدونم باید چه کار کنم. رفته به هر حال بی اجازه من رفته خونه مادرش و اونجا مونده. با مادرش صحبت کردم، یه کمی درد دل کردم، برای مادرش بسیار عادیه که فیلم پورنو ببینه همسر من. این یه مورده که خب راهنمایی میخوان. شخص یه لحظه، این آیا خانم یا آقا؟ این آقا هست که داره میگه، یک آقایی هستن از تهران اینجوری دارن میگن که همسرشون که خانومشون بله علاقه دارن فیلم های پورنو ببینن. یه نفر از دوستان دیگرمون هم گفته که نظرتون در مورد دیدن فیلم های پورنو چی هست؟ اینا رو میتونیم با هم جواب بدیم. اولا ممنونم از شما که اینقدر حرفه‌ای اینجور تونستید دو تا سوال رو از دو نفر برای من باز کنید. در مورد مسئله اول، معمولا خانوم ها پورن دوست ندارن، مثلا خانوم شرقی پورن دوست ندارن. جالبه که ایشون پورن دوست داره و خودارضایی هم حتما میکنن
و با همسرشون رابطه خوبی نداره و خرج کرده رفته خونه مادر و مادرم میگه چه اشکالی داره. اشکال بسیار زیاد داره برای اینکه ازدواج کردن. من نمیدونم چند وقته که ازدواج کردین، ولی چرا ایشون به شما احساس جنسی نداره و چرا به پورن اعتیاد اگر داشته باشه؟ البته حتما حتما شما باید کمک حرفه‌ای بگیرید، تکلیف این رابطه رو درست کنید، روشن کنید. یعنی باید روانکاوتون تخصص سایکوسکشوال تراپی هم داشته باشه که بتونه به خانمتون در این مورد کمک بکنه و همچنین اون تجربه و تخصص کاپل تراپی یا مشاوره زناشویی رو که ببینید واقعا چرا ایشون اینجوری با شما برخورد میکنه، چرا اینقدر باد سرده، چرا اصلا رفته خونه مادر و آیا میخواد توی زندگی بمونه. اینی که رو هوا شما خودتون نگه داری و ایشون هم از خودش بره قهر کنه بره خونه مادر و یه همچین حمایتی هم از مادر میشه که چه اشکالی داره پرن، در صورت که پرن نگاه کردن من مشکل نمیدم، اون باره کاری ندارم. در مورد اینکه یک به نظرم یک بزرگتر باید به ریشه به صورت مسئله نگاه بکنه تا اینکه حمایت های بیجا بکنه. کمک کنی مادر، کمکشون کنید، برن کمک حرفه ای بگیرن. آیا ایشون میخواد با این همسر بمونه، میخواد با دامادت بمونه، نمیخواد بمونه؟ درست و اصولی تصمیم و اصولی و اخلاقی بگیرن تا اینکه رو هوا باشن و هر دو آسیب ببینن. و اگه فرزندم که این هر وسط هست که وای به حال اون فرزندی بیچاره. در مورد سوال دومتون مگه لحظه از خاطرم پرید. نظرتون در مورد فیلم های پورنو. در مورد فیلم به فیلم های پورن تا یه حدودیش که من مثلا وقتی که سایکوسکشوال تراپی میکنم با کاپل یا فردی که میاد پلی من، اگر احساس جنسی نداره، اگر آسیب های احساس جنسی خورده، یعنی نامه، یعنی بیهسته و نمیتونه تحریک بشه، و یا اینکه هیچ تجربه ای نداره و نمیدونه که چجوری باید در بستر یک معشوقه باشه، هیچ اشکالی نداره. خوبه که بره، چون پورنو نباید با دیده بد نگاه کرد. خیلی وقتا پورن میتونه ایسی کلاس آموزشی باشه برای یک فرد و یا در یک رابطه زن سکشوال. اما اگر که من همیشه میخوام با پورن، ببین خطر اعتیاد به پورن اینه که شما رو از اون دقیقا مثل اعتیاد به مواد مخدر و مشروب بمونه. اولش مشروب سرخوش میکنه، اولش مواد مخدر بیحال و یا یه حالت حالا مواد مخدر متفاوت روی انسان تاثیر میذاره، ولی به هر حال اولش خیلی خوبه، ولی بعدا هی بعد مشروب بیشتری بخوری تا به اون حال اول برسی، مواد بیشتری استفاده بکنی. دقیقا اعتیاد به پورن هم همینطوره. اگر از حد تعادل بگذره متاسفانه تبدیل به اعتیاد میشه و دیگه اون احساس تحریک شدن رو اتفاقا میگیره و هرچی بیشتر شما نگاه بکنی کمتر میتونی نیاز جنس، یعنی احساسات جنسیت رو بر بیانگیزی. اینجاست که مجبوری بیشتر و بیشتر و بیشتر، جدیدتر و جدیدتر، پول بیشتری خرج بکنی برای که دیگه نمیتونی اون صحنه که دیدی دیگه برات اصلا جالب نیست، یه فیلم دیگه میخوای. دقیقا میشه اعتیاد مثل همون اعتیاد به مواد مخدر و گمبلینگ و مشروب. این ما نباید هرگز هیچ اعتیادی داشته باشیم. ما باید همیشه تعادل رو حفظ بکنیم و در یک رابطه ای اگر همسرتون یا اگر احساس میکنید توی یک رابطه سالم احساس میکنید که با پورن در کنار همسر که دوست داره اونم همین ببینه، نه اینکه به زور باید ببینه، و یا اینکه در خفا میخواید نگاه کنید، اولا در خفا نباید باشه، چون توی یک رابطه اگر در خفا همسر مخالفه و بفهمه که شما پورن دیدی، بدتر از نظر جنسی آف میشه و نمیتونین رابطه جنسی خوبی داشته باشه. اما اگر در یک حد تعادل با هم میتونین به یک سکس خوب برسین، چه اشکال داره؟ اشکالی نداره. اما فراتر از اون که توضیح دادم میتونه بسیار اشکال ساز باشه. بله. و اما مورد بعدی در مورد یک آقایی هستش که میگن 26 سالشونه، میگن از نوجوانی خودارضایی میکردن هفته دو سه بار. از یک سال پیش یا دو سال پیش وارد یه رابطه شدن که با هم ارتباط داشتن، از لمس بدن هم ارضا می شدن و همینقدر کافی بوده، تقریبا مثلا هفته یه بار. بعد از یه سال اون رابطه تموم شده
ایشون دوباره رو آوردن به خودارضایی، این دفعه دیگه بیشتر احتیاج داشتن. قبلا مثلا هفته دو سه بار بوده، الان خیلی بیشتر شدید شده بوده. الان یه ماهی هست که دوباره سعی کردن که متعادلش بکنن، ولی مطلبی خوندن در مورد اینکه اگر آدم خودارضایی داشته باشه، باعث میشه که وقتی توی رابطه قرار میگیره، برای تحریک شدن و برای ارضا شدن باید از تخیلت استفاده بکنی. آیا این واقعیت داره؟ اگه واقعیت داره، آیا قابل درمان هست؟ ایشون آقا هستن یا خانم؟ یه آقایی هستم. خب اولا که خودارضایی تو نوجوانی 2 هفته اصلا اشکال نداره، اون مشکل نیست، اما چرا تو رابطتون با ارضا شدن دست همدیگه شما همچنان ارضای بهتری می شدیم؟ چرا رابطه جنسی کامل و یا دخول نداشتید؟ چرا از این طرف این مدلی بیشتر لذت می بود؟ بخشش میتونه به خاطر اینکه خودارضایی، وقتی انسان خودارضایی میکنه طبیعتا میدونه که نیازش چه به چه صورته و سریعتر هم ارضا میشه، سریع تحریک میشه، سریعتر هم ارضا میشه. در مورد تخیل، در هر سکسی تخیل میتونه قدرت خیلی زیادی برای تحریک و همچنین برای ارضا شدن بده و اون اشکالی نداره. حتی من بعضی از مراجعینم میگم که سعی کن حداقل با تخیل خودت، احتیاج هم نیستش که مخصوصا شرقی‌ها نباید به همسرشون بگن به کی دارن فکر میکنن، ولی در ابتدا این مرحله میگذره تا اینکه اون تخیل میرسه به خود همسر، یعنی خودش خود همسرش حالا دیگه میرسونیم به جایی که دیگه حالا همسر رو تو تخیلش اون لحظه میبینه. برای اینکه اون تخیل کمک میکنه و انسانی که خودارضایی میکنه معمولا با تخیلش خودارضایی میکنه و اینجاست که زود تحریک میشه و زود ارضا میشه. اما وقتی که توی رابطه هستی، وقتی توی رابطه عشقی و رابطه معشوقه‌ای خیلی خوب کار بکنه از دو طرف، احتیاج به تخیل نیست، خود همین تحریک برانگیزه و هر دو هم که لاور یا معشوقه خوب هستن، احتیاج نداره که به تخیل. اما موقع ارضا شدن مسئله تمرکز هست، باید تمرکز، یعنی به هیچی فکر نکنه خانم یا آقا. معمولا خانم‌ها این مشکل رو دارن، یه دفعه اون وسط میرن به قرمه سبزیش فکر میکنن، به هیچ کس، به هیچ چی نباید فکر کرد، بلکه تمرکز رو اون جن رو جس، و چون جس و مغز در ارتباط دائما، تا بتونه راحتتر و با لذت بیشتری ارضا بشن، هر دوشون با هم دیگه ارضا بشن. اما اینه که اگر تو خود ارضایی بکنی بعدا تو رابطه مجبوری که فقط با تخیلت، تخیل نمیشه از کسی گرفت، کودک با تخیلش رشد میکنه و بزرگ میشه. اما باید حواستون باشه که توی یک رابطه خوب دو نفر باید معشوق و معشوقه خوب برای هم باشن، هر دو طرف، و این احتیاج نداره به تخیل. ولی اگر توی یه رابطه هستی و اون فرد بهت خیلی لذت نمیده، اینجاست که باید، اگر همسرت دیگه، باید این تکلیف رو روشن بکنی که هر دو بتونین معشوق خوب بشین که به هم لذت بدین، و یا اگر فقط توی یه رابطه همینطوری هستی، خب کمک میکنه با تخیلت که اگر از خود طرف خیلی لذت نمیبری، لاقل ارضا بشی و او را هم ارضا بکنی. خیلی وقتا مخصوصا شرقی‌ها نمیتونن راحت در مورد تخیلات خودشون با یارشون یا مخصوصا همسرشون صحبت میکنن، برای اینکه فورا مورد قضاوت قرار میگیرن، در صورتی که غربی ها این مرحله را بسیارشون، نه همشون، بسیارشون گذروندن و میتونن به راحتی در مورد تخیلات و احساساتی که برانگیزه براشون صحبت میکنن. بله، یک مورد از دوست عزیزی داریم که از یونان با ما تماس گرفتن. یک آقایی هستن 31 ساله، گفتن که در کودکی مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن بین 6 سالگی تا 9 سالگی، که هم از جانب، حقیقتش انقدر اعصاب من خورد میشه از این چیزا، از جانب دایی خودشون مورد تجاوز قرار گرفتن و از یک نفر از هم محلیاشون این اتفاق افتاده. از 6 سالگی پدرشون همسر دیگری گرفته و اینا همگی با هم توی خونه زندگی میکردن، همیشه شاهد نزاع و دعوا و شلوغی و خلاصه خیلی زندگی در هم بر همی داشتن تا 20 سالگی،
20 سالگی مادر ایشون طلاق میگیره و جدا میشه. ایشون از ایران خارج میشن با به هر حال طی یه پروسه نسبتا طولانی، الان فعلا در یونان هستن. یه زمانی تعریف کردن گفتن رفتن آلمان، از آلمان برگردونده شدن، دوباره به هر حال الان توی یونان هستن و زبان یاد گرفتن و کم و بیش کار میکنن و غیره. یه وضعیت یه خورده بهتر پیدا کردن. الان مشکلشون اینه که لکنت زبان دارن، کمی دچار استرس شدید هستن و وسواس دارن، کمخوابی دارن، احساس تنهایی میکنن، ذهن به شدت پراکنده و افکار درهم برهم، و تو این همه وانفسا پناه بردن به قمار و خیلی اذیت دارن میشن. با استیصال تمام احتیاج میکنن، احتیاج به کمک دارن، لازم دارن که چند تا راهنمایی درست و حسابی بشنون. چون آقا هستن از من؟ بله بله، یه آقای 31 ساله. 31 سال. ببین، وقتی که کودک بهش تجاوز میشه، معمولا هم از داخل خانواده این تجاوز صورت میگیره، از آشناست و نه از غریبه، طبیعتا ضربه روحی بسیار سنگینی به کودک میخوره. و بعد در کنارش هم اختلافات شدید پدر مادر، خانواده شروع کردن، هیچ کس به فریاد و به صدای فرزندش و یا به احساسات فرزندش توجه نمی کنه، کودک یه جورایی تنها بزرگ میشه، تنها و ترسیده، ترسیده از تجاوز، ترسیده از سکوت، ترسیده از اینی که نمیتونه جلوی این ناشرف رو بگیره، ترسیده از اینی که نمیتونه به کسی بگه، ترسیده از این همه دعواها و شرهای خانواده. اینا همه تاثیرات روانی روی کودک میذاره و متاسفانه این کودک داره بزرگ میشه، اما کودک درون ترسیده ی آسیب بردش باش هست، مثل شما عزیزی که با شما هست، 31 سالته، ولی بین 6 تا 13 سالگی گیر کردی در این موارد. چون معمولا آقایون در موردش صحبت نمی کنن، در مخصوصا در مورد تجربه صحبت نمی کنن. یه حس شرم دارن مردا که بگن به ما تجاوز شد، در صورتی که به نظر من اصلا فرق نمی کنه چه به دختر چه به پسر. 60% تجاوزات به پسر هاست، برای که پسر ها بیشتر در ملأ عام هستن و ایجاد خطر می کنن. ولی باید این تابو رو شکست. خوشحالم که با ما تماس گرفتین، خوشحالم که به ما گفتین. یه تابوی شکسته شد، نه باید خجالت بکشی، نه باید بترسی از قضاوت، برای اینکه تو فقط و فقط یک کودک بودی. الان سازمان حقوق بشر تا 18 سالگی هم دیگه حتی نمیگه نوجوان، میگه کودک. پس تو یک کودک بودی بین 6 تا 9 سالگی، این بلاها سرت اومد و هیچ کس تو رو ندید، اما حالا میخوای خودت رو ببینی، حالا میخوای بالغت کودک ترسیده تنها تو ببینه و میخوام خودت قدرت پیدا بکنی، چون در یونان هم هستی و ممکنه که از نظر زبان سخت باشه برات که بری یک کمک حرفه‌ای بگیری. به هر حال باید تلاش بکنی. تمنا میکنم از شما و همه عزیزان، برید روی یوتیوب، برنامه های من با نزدیک 5000 تا 4000 تا برنامه دارم، عزیزان دیگر همکار منو، خود انسان باید خودش کار بکنه. و این من حتی مراجعه وقتی که مراجعه هم میگم، بار اول حتی جلسه اول بهش میگم برو روی یوتیوب تمام برنامه ها رو نگاه کن که تعداد جلساتمون کم بشه، چون مثلا بیزنس با من خوشبختانه نیستم و این کمک میکنه که جلسات حتی من خصوص جلسات خصوصی رو سعی میکنم از این طریق کم کنم. وای به حال شما که دسترسی هم ندارید، باید برای به خودت کمک کنی. من با خودم به عنوان یک قربانی تجاوز جنسی دارم با صحبت میکنم و همیشه هم شجاعانه در موردش صحبت کردم، نه احساس گناه میکنم، نه احساس تقصیر و نه احساس شرم. چرا بکنیم؟ ما فقط و فقط یک قربانی بودیم و حال باید جلوی قربانی های آینده رو بگیریم. با شجاعت کوتاه‌تر بکنیم. وقت برنامه هم تموم شده. ای بای خود. پس تلاش بکن، استادیتو بکن و گمبلینگ و یا قمار جایگزین داری میکنی با وسواست. مشکلات پیچیده روحی روانی تو هر چه سریعتر و هر چه زودتر باید کمک بگیری، یا اینکه باید استادی بکنی تا بتونی
علاج پیدا کنی. متاسفانه وقت ما تموم شد، جدی بگیر تا هر چه زودتر از این ویش سایکل یا دایره اسارت بتونی خودت نجات بدی عزیزم. حق زندگی کردن و خوشحال بودن رو به خودت بده و از خودت هرگز نگیر. خیلی متشکرم از شما دکتر میترا بابک عزیز. به امید دیدار شما نازنین تا هفته آینده. خواهش میکنم، شما روزتون خوش عزیز. بینندگان گرامی، گفتگوی ما رو میشنیدید با دکتر میترا بابک. همطور که میدونید میترا بابک روانکاو و پژوهشگر و فعال سیاسی یا فعال حقوق بشر هستند. به امید دیدار شما عزیزان هفته آینده شما رو میبینیم با یک سری از سوالات دیگری که با ما در میون گذاشتید. من سیما بهاری و همکارم آراد علیزاده برای شما ساعت و لحظه های خوبی آرزومندیم. سربلند باشید.